به نام خداوند، درود بر همه. انشاءالله که تندرست باشین. 5 سال میشه که کسی به نام اشرف غنی قدرت غصب کرده، بر گرده های مردم افغانستان سوار شده و چیزی جز دروغ و فریب به خورد مردم افغانستان نداده. اقتصادش دروغ، دهلیزهای هواییش دروغ، راه لاجوردش دروغ، افغانستان چهارراه ترانزیت منطقش دروغ، برنامه های امنیتیش دروغ. به روایت خودش در عرض 4 سال 45,000 جوان رشید این سرزمین سر به خاک گذاشتند و شهید شدند. لاف و پوفش تمام دنیا رو پر کرده، گوش فلک رو کر کرده، اما هر روز جغرافیای بیشتری در کام طالب فرو میره. سیاست داخلیش دروغ، جوانان و کادرهای این سرزمین در حال فرار، بی‌حرمتی به بزرگان این سرزمین هر روز در حال فزونی و توطئه و افترا پیرامون شخصیت‌ها، ترورهای معنوی و فیزیکی در حال جریان و متاسفانه داستان تلخ فساد و فحشا که تا حلقه نزدیکان رئیس جمهور به روایت خود نزدیکان رئیس جمهور رسیده. سیاست خارجیش هم دروغ، پاکستان رو میگه منزوی کردیم. ما همه میبینیم که چه کسی منزوی شده. ما در همین شب و روزهای گذشته دیدیم که ترامپ با تو چگونه دیدار کرد و با نخست وزیر پاکستان چگونه دیدار کرد. ابتکار عمل طالبان عملا از دست تو و سکانداران سیاست خارجی تو گرفتند. کسی که از تظاهر به نماز خواندنش دروغ تا ادبیات دینیش ادبیات دینیش کسی که ادعا میکنه که من سیرت نبوی رو نوشتم، من نمیدانم چگونه و از کجای شکمش صحابه‌ای به نام عبدالرحمن ابن کوف بیرون میکنه. به خدا قسم، به خدای بالا سر سوگند که این آدم چیزی جز دروغ و فریب و توطئه برای مردم افغانستان به ارمغان نیاورده. ما خطاب به این آدم میگیم، خطاب به این کسی که در جوانی مهاجر دیار غرب شد و در پیری و کهنسالی فکر سلطنت به سرش زد و برگشت، به این میگیم که این مملکت از خود صاحب و صاحبانی داره. در این مملکت این آدم های دو پاسپورته هرگز گمان مبرن که این سرزمین، این مجاهدین سرفراز و آن مردان و زنان دلاوری که در مقابل ابرقدرتان زمان ایستاده شدن، این سرزمین به اونا رها میکنن. نه، زهی خیال باطل. این مردان همانطوری که در دهه های گذشته در نظام پس از طالب بسان سر و صد ایستاده شدند و رزمیدند، میدان دموکراسی و
رای گیری رو هم به شما دو پاسپورت ها رها نمی کنن. من خطاب به کمیسیون شکایات هم پیامی دارم، از آدرس مردم گپ میزنم، نام من حبیب الرحمن و پدرام تخلص میکنم، وکیل اول مردم هرات هستم، نه فرزند فلان وزیر و وکیل و محتشم و آدم متنفذ هستم و نه با پول و پیسه های باداورده وکیل شدم، از متن مردم برخواستم و حرفی که میزنم از متن و دل مردم سرچشمه میگیره. خطاب به کمیسیون شکایات میگم که ای جلالت معاون، هرگز و هرگز مسیر غلط کمیسیون انتخابات رو نپیمایین. افغانستان، مردم افغانستان، دنیا به شما نگاه میکنه که چه میکنین؟ آیا در کنار متقلب اعظم ایستاده میشین؟ یا رأی پاک مردم افغانستان رو پاسبانی میکنین؟ ما تشنه صلحیم، تشنه آشتی و همدیگر پذیری در این سرزمین زخمی، هرگز به دنبال جنگ و خونریزی نیستیم. اما همه بدانند اگر قرار باشه که دوباره با رأی مردم افغانستان بازی بشه و دوباره یک آدم فریبکاری بر گرده‌های مردم سفار بشه، چه دکتر صاحب عبدالله در میدان بماند و چه نماند، این نسل جدید هرگز به تقلبکاران اجازه نمیدن. این گوشه گمان مبر که خالی است، شاید که پلنگی خفته باشد. فکر نکنن که ما دانشگاه رفتیم و کت و شلوار رو میپوشیم و نکتایی میزنیم، جنگیدن بلد نیستیم. نه، به والله قسم لازم باشه کت و شلوار رو هم یک سو میمانیم، دوباره چلتار و پکولر بر سر میکنیم و از حق مردم خود دفاع میکنیم. و حرف پایانی، صلح، آشتی، آرامش، حق همه مردم افغانستانه. مردمان رنج دیده‌ای که در طول چند دهه گذشته چیزی جز تلخی و زجر از روزگار ندیدن، و حکومت آقای غنی حلقه بسیار کوچکی که هر روز کوچکتر و کوچکتر شده میره. از آغازین روزها که جنرال محبوب این سرزمین جنرال دوستم از خود راند و بعد خلاف عهد و پیمان معاون صاحب احمد ضیا مسعود را خلع کرد، تا بعدن متحدینش مثل وزیر هراتی ما از هرات هستم دکتر صاحب سبا را از درگاه راند. و شما این داستان تلخ دیگه شاهد هستین که در طول این 5 سال چه اتفاقی افتاده و حلقه نزدیکان آقای رئیس جمهور هر روز فشرده تر و فشرده تر شده. اینا هرگز فکر نکنن که میتونن پروسه کلان صلح و روند آشتی را به خاطر بقای در قدرت در چنگ بگیرن. نه، این سرزمین چه از نسل امروزش و چه از نسل دیروزش حق دارن و باید در روند صلح آشتی افغانستان سهیم باشن. این مردم، این سرزمین از خود بزرگانی داره، حرمت به بزرگان در عنعنه و سنت و در سینه تک تک ساکنان این سرزمین جریان داره، مگر کسانی که در غرب زندگی کردن و از فرهنگ این مردم خبری ندارن. و حرف آخر جناب دکتر صاحب عبدالله رئیس محترم اجراییه، این مردم شما را دوست دارن، به والله قسم دوست دارن. اگر دوست نمی داشتن از 2009 تا 2019 که اکنون در 2020 قدم می زنیم، هرگز به دنبال شما نمی آمدند و به شما اقتدا نمی کردن. قدر این مردم را بفهمین و مطالبات این مردم را جدی بگیرین. من از شما خواهش می کنم
که دیگه نگوین ان شاء الله. هرچند هر مسلمانی بعد دیگه ان شاء الله. ما از شما جدیت بیش از پیش میخواهیم که تا آخرین لحظه از مطالبات بر حق این مردم با ادبیات بسیار جدی و اقدامات عملی دفاع بکنیم. خداوند همه شما رو سرفراز و برقرار داشته باشه. بخیر باشه.